به حشم هشم نعصه و نسلی اختورا و مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشم میدورخت پاراشای پینخاس، ابتدای پاراشا فصل 25 پاسخ 10 میفرماید فرمود خداوند به موشه اینطور پین بین الازار بین اهرون حکوئن، هشیوت خماتی یعنی برگرداند خشم مرا از سر پسران اسرائیل توسط غیرت ورزیدنش انتقام گرفت انتقام مرا در میان آنها و نابود نکردم فرزندان اسرائیل را با خشم غیرتم حالا برای خیلی مقادش می لمر ساریخ لادت لمی یومر این پاسخ گفته فهمود خداوند به مشه این تو لغت لمر معنیش اینه که به دیگران بگه خب به کی بگه و این لپین اگر منظورش اینه که به پین بگه لایا سالیخ لوما دیگه لازم نبود که بعدش بگه لاخن امور شکوار آمر چون قبلا گفته شیوم من لعدواریم که به او بگن این مطالب به او سدر حد باریم یگید شلو هو و دیگه بگیم که ترتیب مطالب داره به ما یاد میده و اطلاع میدیگه اینطور نیست اینجا توضیح باید بدیم که چرا پاسخ گفته فرمود خداوند به اینطور لغت اینطور لازم نیست لغت لمر یعنی به دیگران بگو به کی گفته بشه اینجا؟ به کی قراره بگن؟ اگر میخوای بگی قراره به پینخاس گفته بشه لازم نیست که به پینخاس بگه چون بعدش میگه لاخن امور بنابراین بگو به پینخاس پس اینجا لازم نیست که بگه لمر به پینخاس و دیگه اینکه ترتیب مطالب هم اینطور نمیگه یعنی اینکه وقتی بعدا میگه امور لاخن امور معلومه, معلومه که اون قبلی لمر به پینخواست نیست پس اگر به پینخواست نیست به کی میخواد بگه؟ ونیره شنید کوین و به نظر میاد که اینجا نیت داره بازه این لموری که گفته شیومل اسرائیل که این رو به جامعه اسرائیل بگه ادواری من این ماریم با اینیان اون موضوع هایی که در این موضوع در ارتباط با پینخاس به نلازار گفته میشه که خشم من رو برگردوند ولو خلیتیت بین اسرائیل من اسرائیل ها رو نابود نکردم حکوانا که دش یکی رو میپالتو به خاطر اینکه منظور پاسخ اینه که جماعت کار خوبه پینخاس رو بدونن که شلو ایست نعوه و بیشبیل علیگت ناسی هناسی که نیان دشمن بدارن اون رو که بگن بله پینخاس رئیس سبت شیمون رو کش به مشنیم شخ میسی با تو اون چیزی که اتفاق افتاد در ادامه شخاوت و ملاخ مهم شخاوت یعنی فرشته اومد خیلی از سبت های شیمون رو به زمین زد یعنی که عمرام زارم اونطوری که در بمیدوار ربا توضیح میده به خرشه روایت به ساموخ که در پیوست توضیح خواهم داد آره برای خیلی مقادش اینجا جواب سوالشون رو میدن میگن که لمر یعنی چی به کی بگو به پینخواست که نیست چون امر گفته بعدش پس اینجا به پینخواست نمیخواد صحبت کنه به کی میخواد صحبت کنه به جامعه اسرائیل به جامعه اسرائیل چی بگه به جامعه اسرائیل مش بنو بگو که این ملت بدونید قدشناس زحمت پین باشید او رو دشمن ندارید به خاطر که رئیس ثبت شیم اون رو کشت و مزید بر اینکه وقتی که میخواست بیا رئیس شبت شیم رو بکشه یه تعدادی از افراد ثبت شیم جلو پین استادن و مقابله کردند و فرشته اشم اومد اونها رو ضربت زد و بنابراین تأکید روی کار مثبت پین است که باعث شد که من دیگه جماعت رو براخا نکنم که اگر کار پین نبود براخا می کردم تعداد زیادی رو از بین می بردم پاسخ بعد می‌فهمم پینخاس خاص به نازار به نرو نکنین ساریخ لادت لازمه بدونیم چرا لازم شده او رو نسبت بده به اهرون ما میدونیم دونیم پین به نازار به نرو نکنین چه لازم هست که این رو اصل و پدر و پدر پدرش رو بشماره اولای شاید بگی نیت داره پاسوخ شیزاخ رو ابوتاب که ذکر بشن پدرانش به خوبی یعنی وقتی که یک فرزند کار خوبی میکنه ذکر میکنن پدرانش که اونها هم خرسند میشن خوشحال میشن از اینکه چنین فرزندی دارن که چنین رفتار خوبی داره پس وقتی پینخاس کار خوبی داره میکنه اسم پدرانش هم میارن که اونها هم خرسند و خوشنام بشن با کاری که فرزندشون کرده و اود و دیگه به نظر میرسه شنید که ون لحشنی میسرائل ایم منظور داره پاسخ که صل و صفا به اندازه بین اسرائیل و اهرون شه سیبه نفیلای دولا اسرائیل به امساوتای گل که ارون نکنین باعث سقوط و از بین رفتن افراد زیادی شد در جماعت به وسیله اگل دیختیب و ایگو گفت دنای تاام ضربت زد خداوند قوم رو بر این که انجام دادند اگل رو که درست کرد اون رو اهرون توضیحن بگیم که چون به دست اهرون این ناخواسته این ایگل ساخته شد پس مردم میگفتن این باعث شده تعداد از جماعت از بین برن اره آمد پینخاست بن بنو او پادان نفش کل اسرائیل اینجا پینخاست استاد تعداد زیادی رو از جماعت باز خرید به عمرو در گفتنش به ساموخ ولو خیلی تیت بن اسرائیل که پاسخ میفرماید من جامعه اسرائیل رو از بین نبردم اگه پینخاست نبود اونا از بین میرفتند، بنابراین این خسو بعد اهرون اومده تا اسم اهرون را ورده که بگه توضیح میدیم خدمتون که شالوم بندازه بین اهرون و جماعت که فکر نکنید اهرون بوده اسرائیل ها رو تعدادی از بین بوده توسط ساخته گل اینجا پسر پسرش اومده و کار رو درست میکنه تیغون میکنه اینجا جلوه مرگ خیلی از اسرائیل رو گرفته اونجا اگر میخواهید بگید درو باعث مرگ تعدادی شده اینجا بیشتر از اون اهرون نوه اهران نکنین باعث شده که جلو مرگمی رو بگیره تیمسا شام روزال در نتیجه گفتن خخامین در میدراش شایی اهرون امتقین که اهرون میستاد و تیغون میکرد هایا ملمد یاد میداد تمام اسرائیل و تورا و معصیم توبین به خاطر که کفاره بکنه این مرگی که توسط او به وجود مده اتکان حالا مد دا اینکه یاد گرفتی شایان نخشا و الارون عقیل گوش به میتت هم را یعنی حساب شد بر اهرون اون خرابی که باعث شد در مرگ تعداد زیادی از مردم یعنی شکایت بود نسبت به اهرون که شما باعث مرگ خیلی ها شدی با یا موقعش به تقین مرش نیفرست و دنبال این بود که اون اشکال رو از بین ببره و درستش کنه چکان رام ازشیم که اینجا اشاره کردیم که پینخاس شیلم به میدا تو مرو با یعنی اینکه از اینجا اشاره کرد خداوند که پیناس تکمیل کرد به اندازه خوب بیشتر از مسئله بلا یعنی بیشتر از اون چیزی که تعداد زیادی از جماعت به خاطر گناه گل فوت کردن اینجا پینخاس نوه ارو بسیاری رو نجات داد و خلاص کرد از مرگ پس جایگزین اونجا پینخاس کرد تلافیشو کرد پس اینجا اینکه اومده تا اهرو اسم رو آورد و پینخاس به نازال به نرو میخواد جبران کار احران اکوین بکنه اشیوت خماتی برگرداند خشم من حالا واقعا این اینجا ایراد دارن چرا گفته اشیوت خماتی؟ وقتی گفته به قنات قیناتی به لوخیلیتی دیگه شبت خماتی لازم نبود تواند و دهت و منظور این که این مطلب رو گفته شاید اومده بگه شلو یخشو که تو اشتباه نکن که فکر کنی خداوند خشمشو برگردون بدون وسیله زخوت عمل میرپین خواست یعنی تو ممکنه فکر کنی به خدا به خاطر رحمش دیگه اسرائیل ها رو از بین نبرد میگه نه عشر کافا میدت دین و یه میزش میزه مشه که عشر میتنهگ به سه درزه که خداوند میدت دین رو زیر دست کرد و نتیجه بشه از این که فکر کنه مشه زیرا خداوند رفتار کرده بدین طریقه یعنی خداوند میدت رحمیم رو بر میدت دین غالب کرد کاری به زخوت پین نداشت اینطور ممکن بود فکر کنند و مشرع بنو فکر کنه لاخن و دیشم بنابراین اعلام کرده خدا که پین او شایاسی با خما پین بوده که خشم خدا را برگردونده نه به خاطر میدت رحمیم و او به عمرو اشیبت خماتی همینه که پاسخ گفته برگردان خشم من رو که اگر پین خواست خشم من رو بر نمیگردون خود به خود بر نمیگشت اینجا میخواد تاکید کنه هشیبت خماتی که اگر پین خواست این عمل رو انجام نداده بود و این دوتا خاطی رو نکشته بود میدت رخمین بر میدت دین غالب نمیشد مگر زخوت پینخاس باید شد که خشم خدا برگرده که امیدواریم همیشه لطف خدا شامل حال همه ما باشه